تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم یک تفسیر ساده ای داریم. به جزئی 19 وارد شدیم. سوره فرقان آیه 45 و 46 بشنوید. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آیا به قدرت خدا نگاه نمی کنی که چگونه سایه را گسترش داد؟ امام باقر می فرماد مراد از سایه همون سایه بین طلوعین تا طلوع فجره، چون بین طلوعین و شب این سایه هست. نگاه نمی کنی که چطور این سایه را گسترش داد؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر بخوام سایه را نگر می داریم، یعنی این حرکت زمین دور خودشو الان تند هست همینطور نگر میداره، مثل که شما چراغگاز رو میاری رو شمعک، من حرکت رو میارم رو شمعک متوقف میکنم، وقت میدونی اگر متوقف بشه یه ور دنیا میسوزه چون خورشید مستقیم میتابه و یه ور دنیا یخ میکنه منجمد میشه. شما یه کبابی که میپزی این کبابی هی سیخه رو ایبروبر میکنه، میدونی که اگر ایبروبر نکنه یه بر کباب میسوزه یه برش نپخته. خداوند برای پرورش انسانها، گیاها، موجودات، حیوانها جوری حرکت کرده که این برنامه ریزی کرده حرکت شب و روز، این سایه زمین، این سایش و نورش یک مدیریت و یک برنامه ریزی داره که در راستای رشد انسان و بهره‌گیری انسانه. در عمرت فکر کردی به سایه؟ خدا رو شکر من سایه دارم. علم تره قرآن ذکر تذکر میده، نگاه نمی کنی خداوند چطور این سایه شب را، سایه بین طلوعین رو کش میده؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر بخوام اینو متوقف میکنیم. بعد فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، خورشیدم دلیل این سایه است، چون طرف الاشیاء به ازدادها. وقتی میکنیم این کوتاست، نگاه میکنیم به اون بلند و کوتاهی، میفهمیم که این کوتاست، یعنی خورشید نشون دهنده اینه که این سایه است، وگرنه اگر خورشید نباشه آدم توجه هم پیدا نمیکنه. یعنی وقتی درد میاد آدم میفهمه عجب، پس قبل از درد من سالم بودم، بعد از درد که سالم شد میگه آه الحمدلله. آدم تو ماشینش تو جاده خاکی که تو چاله ها میفته، وقتی رسید به اسفالت میگه های الحمدلله، میگه اون اسفال دلیل بر اینه که این چه نعمتی بود، یا این چاله چولا دلیل بر اینه که اون چه نعمتی بود. همیشه تعارف الاشیاء به ازدادها، یعنی پیرها هم فهمن جوانی هم چه. بهترین راه خداشناسی برای همه همین فکر در همین پدیده هاست که شاید از اول عمرمون تا آخر عمرمون حتی رو ساعت یک دقیقه در نعمت سایه، در نعمت سایه فکر نکرده. شما تو ماشین نشستی خورشید میتابه تابستون، همیشه یه دست یا چیزی حائل میذاری، همی که ماشین یه خورده مسیرش عوض شد، جهت ماشین تغییر پیدا کرد که این خورشید مستقیم به کل شما نمیتابه، میگه ها الحمدلله سایه نعمتیست، زمان سایه هم نعمتیست. نگاه نمی کنید به نعمت سایه و طولانی شدنش. نشانه اهمیت ساده اینه که خورشیده، خورشید دلیل عظمت اونه. حالا بهترین راه خداشناسی تفکر در پدیده هاست که این پدیده ها بر اساس یک حکمت درست شده. گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید تصادفی نی، حکیمانه مدبرانه است. علم تر الى ربک، ربک کیف مد الظل، ربک کیف مد الظل، پروردگار توست. بعدم نگفته علم تر الى الله کیف مد الظل، نگفته خدا سایه رو میگه رب، یعنی این سایه طولانی به خاطر تربیت توه، به خاطر رشد توه،
وگرنه میگفت علم تر الالله کیف مد الظل، نگفته خدا سایه رو طولانی میکنه، میگه مربی تو سایه رو کش میده، یعنی این سایه بین طلوع عین و شب به خاطر رشد توست. رشد اگر این آفتاب به تو بتابه و این سایه ها نبود تو رشد پیدا نمیکرده. خب حالا گرچه خداوند قدرت داره در طبیعت تغییر و تحول ایجاد کنه، اما خداوند سنت خودش رو ترک نمی کنه. ولو شاعه تو این آیه میگه اگر خدا میخواست، ولی خدا نمیخواد. ولو شاعه لجعه لو ساکنه، اگر بخوایم، تو قرآن خیلی وقت گفته میگه اگر بخوایم عوضش میکنه، ما مجبور نیستیم، دست ما بسته نی. لو شعنا لنذهبن نبالذی اوحینا الیک، بخوایم وحی رو قطع میکنیم، ما مجبور نیستیم به تو وحی کنیم. این مال تشریع. لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخوایم آبو تلخ میکنیم، ما مجبور نیستیم آبو شیرین نگه داریم. لو نشاء لجعلناه حطاما، بخوایم درختار رو خوش نگه میداریم، ما مجبور نیستیم سبزش کنیم. یعنی این گردش ایام آن به آن با اراده خداست، درست مثل برقی که هر لحظه در مرکز برق تولید برق هر لحظه بخوان برق قطع بکنه. فکر نکنه اگر تو خونه و بازار و خیابون و مغازه برق هست، اداره برق مجبوره به شما برق بده. هر لحظه میتونن برق قطع کنن، هر لحظه میتونن برق قطع کنن. نفسی که ما میکشیم هر آن ممکنه قطع بشه. لو شاء اگر بخوان تداوم گردش هستی به دست مانه. خب از این آیه بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله.